بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بین المللی کار سازمان ملل در گزارش اعلام کرد تعداد قابل توجهی از کارگران در سراسر جهان در معرض خطرات بهداشتی مرتبط به تغییرات آب و هوایی در محل کار قرار دارند و این ارقام احتمالاً بدتر می شوند. بر اساس این گزارش، کارگران مزارع و سایر کارگرانی که کارهای سنگین در آب و هوای گرم انجام می دهند در موقعیت خطرناکتری قرار دارند. این خطرها شامل گرمای بیش از حد، اشعه ماورای بنفش، آلودگی هوا، بیماری های قابل انتقال از طریق افراد ناقل و مواد شیمیایی کشاورزی است. همچنین کسانی که در محیط های داخلی گرم یا فضاهایی با تهویه ضعیف کار می کنند نیز در معرض خطر هستند. حزب کنگره هند از کمیسیون انتخابات درخواست کرد تا علیه نارندرا مودی به دلیل اظهار نظرهای به شدت نسنجیده و قابل پیگرد او درباره مسلمانان اقدام کنند. نارندرا مودی اخیراً از مسلمانان به عنوان نفوذی یاد کرده که این اظهارات با انتقادهای گسترده مواجه شد. مودی وعده های حزب کنگره را مبنی بر دادن امتیازهای ویژه به مسلمانان و توزیع مساوی ثروت نکوهش کرد. مودی در ادامه گفت اگر حزب کنگره بخواهد اقلیت مسلمانان را در نتایج توسعه کشور سهیم کند، در این صورت ثروت بین نفوذی‌ها و کسانی که کودکان بیشتری دارند توزیع می شود. بهاراتیا جاناتا و وابستگان آن مسلمانان را به دلیل نرخ بالای زاد و ولد مورد انتقاد قرار داده و این نگرانی را مطرح کردند که جمعیت مسلمان هند از اکثریت هندوها پیشی گیرد. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا این کشور 11 شبه نظامی کشته شدند. اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه ارتش پاکستان گزارش داده است که این شبه نظامیان روز دوشنبه 22 آوریل در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. ارتش پاکستان در مورد اینکه شبه نظامیان کشته شده مربوط به کدام گروه بودند چیزی نگفته است. این در حالی است که هفته گذشته نیز 7 مخالف مسلح دولت پاکستان در پی درگیری با نظامیان این کشور در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده بودند.